میدونستی توی فیلم مرد آهنی دو تونی و پپر توی موناکو یه عکس با هم میگیرن و بعد در فیلم انتقام جویان وقتی که تونی داره لوکی رو توی برج استارک تهدید میکنه همون عکس پشت تونی روی میزه. تونی یه نکته جالب توی سریال مردگان متحرک اینه که فصل اول در شهر سنویا ایالت جورجیا فیلم برداری شده که آثار دیگه هم در ساخته شده اما هیچ کدوم مثل مردگان متحرک معروفش نکرده. صدای زامبی در بیارم. خوب بود. یه نکته جالب توی انیمه ناروتو اینه که عمده اعضای تیم ساخت این انیمه طرفدار هینادا بودن که این باعث شده که راه کاراکترش با آهنگ پایانی انیمه جیتنشا یا همون دوچرخه باز بشه. میاو. میدونستی توی فیلم کوکو سکانس گل‌های نارنجی رنگ در واقع گل ماری گلد مکزیکیه که اعتقاد در رسم روز مردگان مکزیک اینه که این گل‌ها روح‌های سرگردان مردگان رو هدایت می‌کنن. ای توف تو رو این آه. یه نکته جالب توی سریال سوپرانوز اینه که در زمان فیلم برداری هر از چنگایی از شماره تماس‌های نامعلوم با جیمز گندالفینی از طرف مافیا عذرخواهی می‌کنم خانواده‌های ایتالیایی تماس می‌گرفتن تا بابت نقش بازی کردن خوبش ازش تشکر کنن. یه بارم گوشی زنگ خورد و بهش گفتن We like what you're doing. Doing a really good job, but no one thing. A Don never wears shorts. که توی سریال هم کارمان لوپرتازی بعد از این اتفاق به تونی میگه Don doesn't wear shorts. میدونستی توی فیلم ماشین ها لایتنینگ مک‌کوئن خیلی بدتر از میتر توی جاده های رود سگی میلرزه؟ این برای اینه که اون یه ماشین مسابقه است و کمک فنرهای محکم برای جاده های صاف داره و برعکس بقیه ماشین هاست که کمک فنرهای نرمتری دارن. جون مادر توی نظرسنجی که میذاریم چکت کنید. میدونستی توی فیلم ماجراجویی بسیار عالی بیل و تد روفس هرگز خودش رو معرفی نمیکنه. بیل و تد اسمش رو اینطوری میفهمن که ورژن آینده خودشون اسمش رو بهشون میگه که این کار یه پارادوکس خودراهانداز به وجود میاره چون این اطلاعات هیچ منبع قابل بررسی در تاریخ نداره و در زمان گم شده. یه نکته جالب توی سریال بریکینگ بد اینه که دین نوریس بازیگر نقش هنک یه پیشنهاد برای نقش کمدی در زمان فیلمبرداری نیمه اول فصل 5 سریال داشت و دین نوریس رفت پیش وینس گلیگن و بهش پیشنهاد داد که کشتن هنگ در 8 قسمت اول فصل 5 پایان خوبی اما گلیگن گفت استیک کن به تقوالا بابا جان. یه نکته جالب توی سریال ونزه اینه که تیم برتون کارگردان این اثر آثار دیگه هم با این موضوع داره که در این سریال به اونا اشاره کرده که اگر به میز مدیر ویمز دقت کنیم میز ظرف شیشه‌ای می‌بینیم که توش یه سر کوچولویی که سر هری هانتر از فیلم بیتل جوسه. میدونستی توی فیلم مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست الکترو برای یه لحظه یه نقاب با الکتریسیته زرد رنگش جلوی صورتش تشکیل میده؟ این برای اینه که توی کتاب‌های کمیک الکترو یه ماسک شبیه به یه ستاره همیشه میپوشه.